خانم و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر، همراهان خوب و دوست داشتنی خودم. باز هم به شهر زیبای اصفهان سفر کردیم تا از زیبایی های این شهر تاریخی و کهن براتون بگیم. بهانمون بزرگداشت شیخ بهایی که از سوم اردیبهشت هست و نکوداشت اصفهان که تا نهم اردیبهشت ادامه داره. ما قراره به جاذبه های دیدنی و اتفاقات خوبی که در این رابطه در شهر زیبای اصفهان میفته اشاره کنیم و این شهر زیبا رو باز هم بهتون معرفی کنیم. همراه و همسفر ما باش. اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه‌ای خفته در گوشه اصفهانی. من سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم، هم میهنان عزیزم، هم استانی ها و هم شهریان بسیار خوبم. تبریکم عرض میکنم. عیاد بسیار زیادی رو که داریم، خب میدونید عیاد رجب رو داشتیم، عیاد شعبانیه رو داریم، در این حال هفته های بسیار خوبی که داریم، هفته سلامت رو داریم، هفته معلم رو در پیش خواهیم داشت. در این حال ما توی اصفهان تو اردیبهشت ماه که عروس ماهای اصفهان هست و اصفهان فوق العاده زیبا میشه، هفته نکوداشت اصفهان رو داریم و خب میدونید از سوم اردیبهشت ماه که زاد روز شیخ بهایی هست، معمار کبیر شهر اصفهان، تا نهم اردیبهشت ماه این هفته خواهد به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا با غلال را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش. تمام شهرهای کشورمون زیبا هستن، همه روستاها زیبا هستن، منتها شهر اصفهان چون شهریه که مال استان اصفهان نیست، مال کشورمون نیست، مال تمام جهانه. یک وقتی که مارکوپولو عنوان میکنه نصف جهان و واژه و اصطلاح نصف جهان رو برای شهرمون به کار میبره، این مشخصا نشون میده که شهر اصفهان ویژگی‌های خاص از گذشته های دور داشته، مرد حالا هم نیست. وقتی میبینیم شهر اصفهان رو میپذیرن خیلی سریع به عنوان شهری که در شبکه شهرهای خلاق جهان باشه، من عنوان کردم شهر اصفهان حالا به شبکه شهرهای خلاق جهان شاید نپیوسته باشه. شهر اصفهان صدها سال خلاقه، وقتی 400 سال پیش یک میدانی مثل میدان نقش جهان ایجاد میشه، وقتی که 400 سال پیش منار جنبان ایجاد میشه، مناری که راحت حرکت میکنه، وقتی 400 سال پیش توی شهر اصفهان حمام ایجاد میشه که با یک شمع روشن میشه، همه اینها مصادیقی هست که نشون میده اصفهان از گذشته های دور خاص بوده، نه فقط در کشورمون، در جهان. و جالب، مهد ادیان و اقوام بوده، مهد صلح و صفا بوده، مهد گفتگو بوده، یه جایی بوده که خیلی از اساتید دانشمندان و فرهیختگان اون زمان میبینید تو سفرنامه هاشون چه مطالب خاص راجع به اصفهان مینویسن. شهر اصفهان در حال حاضر با توجه به اینکه خیلی از آثار تاریخش هم از بین رفته، اما همین حالش هم 2000 تا جاذبه تاریخی داره. 2000 تا که خیلی از عزیزان همیهنم شاید نشناسن، حتی هم شهریان خودم هم نمیشناسن، و این نشون میده که این شهر خاص یک سری اقدامات خاص هم نیاز داره. ما نوروز امسال رو با نوروز متفاوت شروع کردیم و مطرح کردیم اگر بخوایم که انشالله اصفهان رو بهتر معرفی کنیم، با توجه به اینکه محور توسعه شهر اصفهان رو هم گذاشتیم گردشگری،
فناوری و در عین حال هنر نیاز هست که یک رویکرد جدید در پیش بگیریم. برای همین میبینید که اصفهان یه اصفهان متفاوت شد در ایام نوروز. در کنار تمام اقدامات عمرانی، زیرساختی، زیربنایی و توسعه فضای سبزی با سازی شهر، آماده کردن شهر برای نوروز امسال متفاوت عمل کردیم. خب خوشبختانه همه هم میهنانم که تشریف آورده بودن این رو اذعان میکردن. هفته نکو داشته اصفهان هم به همین گونه خواهد بود. برنامه‌های بسیار خوبی رو پیش بینی کردیم. برنامه‌های فرهنگی بسیار خوب، برنامه‌های ورزشی خوب، برنامه‌های هنری خوب، برنامه‌هایی که فوق‌العاده جذاب برای بچه‌های عزیز. من فکر می‌کنم که جا داره هم میهنان عزیزم درست ایام نوروز تشریف میارن، درست ایام تابستون تشریف میارن، حتماً هم توی ایام هفته نکو داشت اصفهان رو سر بزنن. صحبت از اصفهان میشه قاعدتاً باید از هنرمندان اصفهان هم نام برد. ما در زمینه‌های مختلفی در شهر اصفهان هنرمندان به نامی داریم و هر لحظه که شما در شهر اصفهان حضور پیدا کنین میتونین به هر حال با این هنرمندان آشنا بشین. یکی از هنرمندان بسیار دوست داشتنی از بازیگران و پیشکسوتان هنر ایران هستند در شهر اصفهان و اهل اصفهان آقای حریچیان هستن. استاد معرفه کامل خودتون داشته باشین و اینکه اهل کدوم منطقه اصفهان هستین. کماف سابق هوشنگ حریچیان هستم، زاده اصفهان هستم، عرضم که ساکن اصفهان هستم، محل اصفهان هم اصفهانه، اما بستگی داره که صحنه های فیلم برداری کجای ایران باشه، تهران باشه، شیراز باشه، بندرعباس باشه، شمال باشه، جنوب باشه، هر دو صحنه های فیلم برداری بشه و به توافق برسیم برای کار، من دعوت میشم میرم اونجا کار میکنم. اصلا یه جوری مثل همسفر هستیم، چون همسفر کل ایران میره از جاذبه های دیدنی و گردشگری. نه من سیر و سفرم همسفر نیستم. بله خیلی حال در مورد اصفهان اگه بخوایم دو دقیقه از زبان یک هنرمند اصفهانی بشنویم، فکر میکنید چیا رو بگیم به بینندگان همسفر لایق اصفهان و برای بینندگان شنیدنی؟ اصفهان پایتخت فرهنگ، ادب و هنر ایران. اون چه خوبان همه دارند اصفهان ما به تنهایی دارد. هر شهر من شاید در سال یکی دو ماه و نیم سه ماه بیشتر در اصفهان نباشم. به مناسبت کاری که دارم انجام، وظیفه‌ای که میکنم، در نقشایی که در فیلم بازی میکنم یا در سریال ها، مجبورم برم حالا تهران یا سایر جای ایران. اما هیچ جای ایران مثل اصفهان نیست و هیچ جای ایران مثل اصفهان نه، هیچ جای دنیا مثل اصفهان نه. و خوبیش اینه که شما به لهجه اصفهانی هم در فیلم‌های پای نقش میکنید. بله من حالا بسته یه اینجا رو چه کار دارم، از من چی بخواد، حالا در حال حاضر چه محاوره با شما صحبت بکنم. بله عرضم که بخواد حالا من آذری صحبت کنم، اما سعی میکنم که اگر با لهجه اصفهانی صحبت میکنم اصفهانی رو مسخره نمیکنم. عادات و اخلاق و آداب و رسوم اصفهانی ها را سعی میکنم به منصه ظهور دارم در لفافی تن. شما که اکثر نقاط ایران رفتین گشتین، چه تشابهی دیدین بین شهرهای ایران با اصفهان؟ مثلا رفته باشین یه شهر بگی اینجا خیلی شبیه مثلا سی و سپال اصفهان، چقدر شبیه؟ نیست، نداریم. شما مثلا فارس شیراز تشریف برید، یه بازار داره به نام بازار وکیل. تشریف بردی شیراز؟ بله شیراز هم داره. اصفهان بازار داره، اما انواع اقسام بازار داره. بازار رسپون فروشه داره، بازار فرش فروشه داره، بازار کفاشه داره، بازار طلا فروشه داره، بازار نقره فروشه داره، بازار رسپون فروشه داره، بازار مسکره داره، بازار آهن فروشه داره، بازار انواع اقسام بازار در اصفهان. آثار تاریخی اصفهان هیچ کجا نداره، هیچ کجای دنیا پیدا نمی کنه. شما هم منار جامون اصفهان رو در نظر بگیرید، واقعا بی نظیره. دو بار سه بار آمدن خرابش کردن، تو پایین رفتن ببینن فنر زیرش این تکون میخوره یا نه چیز نیست. باز دو مرتبه ساختن باز تکون میخوره، تو این یکیش میرن تکون میدن، اون یکی هم تکون میخوره، اون مقبره زیرش هم تکون میخوره.
یه جام آب اگر بزنه روی اون مقبره، جام آب تکون میخوره، لمبر میکنه، آب میریزه ازش. پل خواجو هست و ما در کنار زاینده رود هستیم و جاهای زیبای اصفهان رو قرار بهتون معرفی کنیم. جناب دکتر برامون توضیح میدین که در مسیر رودخانه زاینده رود چند پل تاریخی هست، به چه دورانی برمیگرده و اینکه زیبایی های اصفهان رو چجوری میتونیم معرفی کنیم به بینندگان ما؟ خب میدونید این رودخانه بسیار زیبایی که خب سرچشمه‌اش از استان چهارمحال و بختیاری شروع میشه، خیلی از شهرهای زیبایی استان اصفهان رو به نوعی سپری میکنه تا به شهر اصفهان برسه. من عرض کردم همیشه توی شهر اصفهان ما در چهار نقطهش، در چهار طرفش میشه گفت گونه های مختلف گردشگر رو میتونیم تجربه بکنیم. اگر به سمت شمال اصفهان برید شهرهای تاریخی، نقاط تاریخی مثل تپه‌های سیاک رو میبینید. وقتی در نقاط جنوبی استان اصفهان برید کوههای سر به فلک کشیده سمیرون، کمه، حنا و نک رو میبینید. وقتی به سمت شرق اصفهان برید مناطق فوق‌العاده بکر کویر رو میبینید که فوق‌العاده جذابه برای بلخص گردشگرهای اروپایی و شاید کویرش در جهان بی‌نظیر باشه. وقتی سمت غرب اصفهان تشریف میبرید شما میبینید که سرچشمه های رودخانه زاینده رود، شهرهای سرسبز، نقاط سرسبز، جاذبه هایی که همش برمیگرده به هر حال به این رودخونه زیبا. و عرض بکنم که اصفهان شاید تمام گونه های گردشگر را میتونه به خودش جذب بکنه. جالب خدمتتون عرض کنم حیات وحش اطراف اصفهان هم ویژه است. شما میبینید ما حیات وحش قمشلو رو، حیات وحش موتر رو، حیات وحش کلاغ قاضی رو، همه اینها رو به صورت متمرکز ما در شهر اصفهان داریم و این شاید ویژه باشه. و میگم هر ذائقه‌ای با هر نوع سلیقه‌ای با هر نوع تفکری میتونه بیاد توی اصفهان و استفاده بکنه از هم محیط طبیعی اصفهان هم از جاذبه های گردشگریش. خود این رودخانه خوشبختانه از سرچشمش تا خود اصفهان که میاد فوق‌العاده زیباست. البته آرزو میکنیم همیشه پر آب باشه انشاءالله. از سرچشمه‌اش که شروع میشه شهرهای بسیار زیبایی ما تو مسیر داریم، شهرهایی مثل مبارکه، شهرهایی مثل زرینشهر، شهرهایی مثل باغ بادوران. حتی به سمت شرق هم که میره اگر رودخانه آب داشته باشه باز شهرهای بسیار زیبایی اون طرف ما میبینیم، شهر زیبایی مثل اژیه، شهر زیبایی مثل ورزنه. یعنی هم سمت شرق هم سمت غرب و شهرهای بسیار زیبایی رو در کنار رودخانه زاینده رود میبینیم. اصلا راحت خدمتتون عرض کنم زنده بودن اصفهان به رودخونه. پل‌های تاریخی بسیار زیبایی که میبینید، پل خواجو، 33 پل، در این حال پل جویی، همه این پل‌ها در واقع میشه گفت که خیلی از اینها یادگارانی هستن از دوره‌های مختلف. عرض بکنم اصفهان در چهار دوره‌ای که پایتخت بوده سه دورش خیلی شاخص بوده، سه دوره‌ای که شاید بشه گفت که تمام رد پاهای اون دوره‌ها رو میشه دید. شما رد پای دوره آل بویه رو تو اصفهان می‌بینید، رد پای دوره سلجوقیه رو می‌بینید، رد پای دوره صفویه رو می‌بینید. جالبه ما وزیر فهیم دوره آل بویه اون صاحب ابن عباد رو داریم و اگر آرامگاهش تشریف ببرید می‌بینید که چقدر مظلومانه در گوشه از اصفهان خفته. یا مثلا خواجه نظام الملک اون وزیر با کیاست زمان سلجوقیه بوده، یا تو زمان صفویه که اصلا کل شهر اصفهان 80 هکتار دولت خانه صفویه شهر اصفهان در واقع میشه گفت، تمام نقاط مختلف شهر اصفهان رد پای این دوره دیده میشه.
طراوت و سرور، تا دنیا دنیا باقیه، چشم بد از روی تو دور. من از اصفهان دیار نصف جهان سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان شبکه مستند، عزیزانی که شاهد برنامه همسفر هستند. در هفته ای که گذشت در اصفهان ما شاهد اتفاقاتی بودیم به مناسبت نکوداشت شهر اصفهان. هر سال در اردیبهشت ماه که زیباترین فصل این شهر هست، مردم شهر، گردشگرانی که دو این ایام در اصفهان هستند مواجه میشن با رخدادهایی که به نوعی در نکوداشت شهر اصفهان برگزار میشه. قرار بر این بوده که در این هفته مردم با شهرشون بیشتر آشنا بشن. گردشگران ملی که عازم این شهر هستن از طریق این رخدادها اصفهان رو بهتر بشناسن و اگر گردشگری بین المللی قصد داره در زمانی به اصفهان بیاد که از فرصت استفاده بیشتری بکنه، اردیبهشت ماه رو به عنوان زمان گردشگری خودش انتخاب بکنه. در این هفته ما برنامه‌های متنوعی داشتیم، برنامه‌هایی که به نوعی استعدادها، ظرفیت‌ها و گذشته اصفهان رو معرفی می‌کند. در این هفته مردم شهر اصفهان از تورهای گردشگری استفاده کردند، نقاط مختلف شهرشون رو از نزدیک دیدن و به گذشته خودشون مجدداً بالیدن. آینه رونمایی از تعدادی کتاب داشتیم در موضوع اصفهان. بعضی از هنرمندان شهر آثاری رو خلق کردن در موضوع اصفهان که این آثار بر گنجینه اصفهان افزوده شد. بعضی از خوانندگان ما تصنیف‌هایی رو در موضوع اصفهان اجرا کردن. گروه ویژه کودک و نوجوان ما سرودهایی رو در اصفهان اجرا کردن که این سرودها تبدیل به آلبومی شد که به یادگار از این ایام در اصفهان مون و انشاءالله جزو ذخایر فرهنگی هنری این شهر خواهد بود. به نوعی همه مردم شهر ما از کودک، نوجوان، بزرگسال، زن و مرد در این هفته به شکل‌های مختلف درگیر برنامه‌های هفته نکوداشت اصفهان بودند و فکر می‌کنم این ایام، ایام اردیبهشت برای مردم اصفهان همیشه یک ایام به یاد ماندنی بوده و طبیعت کنار آثار هنری، فراورده‌های هنری و آیین‌ها و رخدادها و برنامه‌ها همیشه اصفهان رو از قبل جذاب‌تر و زیباتر و برای علاقه‌مندان دیدنی‌تر کرده و خواهد کرد. تشکر میکنم از اینکه به هر حال با ما همراه بودن در اصفهان گردی. عرض میکنم تمام کشور ما زیباست، ایران زمین زیباست، سرزمین ایران زیباست، تمام شهرهای کشورمون زیباست. 1260 شهر زیبا داریم، تو خود اصفهان، تو خود استان اصفهان 107 شهر داریم، 1833 تا روستا و سکونتگاه داریم. همه اینها زیبا هستن. چه خوبه همه با هم کشورمون رو بگردیم، ایرانی گردی بکنیم، کم تر بریم خارج از کشور، سعی بکنیم تورهای ورودی رو بیشتر داشته باشیم، جذب بکنیم گردشگران بیشتری رو و تلاش بکنیم که محور توسعه کشورمون، شهرهامون بشه گردشگری، بشه فناوری، دانش، بشه هنر و یقینا از اون صنایع سخت دوری بشیم. اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه
خفته در گوشه اصفهانی. الان شهر اصفهان به خاطر زاینده رو زیباتر شده، با تراوت‌تر و از همیشه خندانتر و شادابتر برای اهالی اصفهان. همونطور که تصاویرم مشاهده کردین، اهالی و شهروندان اصفهانی کنار پل خواجو و 33 پل و پل‌های دیگه که در مسیر این رودخانه هست کنار زاینده رود می‌نشینن و کلی کیف می‌کنن. آب و هوای اصفهان هم خنک‌تر شده به خاطر جریان آب زاینده رود و چقدر خوبه. امیدواریم که زاینده رود همیشه جریان داشته باشه و این نشاط و شادابی رو در شهر زیبای اصفهان برای همیشه داشته باشه. همونطور که در اول برنامه هم اشاره کردم، از سوم اردیبهشت تا نهم اردیبهشت ماه به خاطر بزرگداشت شیخ بهایی هفته نکوداشت اصفهانه و بهانه ای شد تا همسفر باز همسفر کنه به این شهر زیبا و زیبایی های اصفهان براتون بگه. امیدوارم در سفر بعدی شما هم یکی از مسافران این شهر زیبا باشید. 3085 سامانه پرمکوده برنامه همسفر در شبکه مستند سیماست. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین میتونین از این طریق ما رو مطلع کنین. همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا سوژه دیگه، همه شما از من رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یارو نگهدارت. به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا، عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا باغ لاله را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش. خاک زرینت شهر دیرینت، ملک مهرائینت، باغ نسرینت آب شیرینت، فصل فروردین. برخیز و بیا باغ لاله را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش. فرش آیین رو شهر جادو، در تو پنهان نقش جهان، طاق رنگین کمان باغ مینو، راحت جان قلب ایران.